یکی دیگر از ابتکارات استاد سیاوش اوستا طی 40 سال گذشته زنده کردن و روح تازه دمیدن به جشن یلدا، جشن زایش مهر و میتراست. از هنگامه جنگ ویرانگر ایران و عراق که استاد سیاوش اوستا در تلاش زنده نگه داشتن تاریخ کهن 7000 ساله تمدن ایران بود، با برگزاری جشن‌های آریایی در شرایطی که حتی سبت نوروز و جشن سیزده بدر در تقویم جمهوری اسلامی ممنوع بود، به جهانیان آموخت و یادآوری کرد که جشن کریسمس به عنوان زادروز عیسی مسیح، جشن زایش میترا و مهر و همان شب یلداست. در آن روزگاران نچندان دور، استاد سیاوش اوستا با برگزاری جشن‌ها و با نوشتن کتاب از میترا تا محمد، جشن یلدا و میلاد میترا و مهر را در سالن‌های شیک برگزار کرده و در هر برنامه به یلداها و شیواها و میتراها هدیه پیشکش می‌کرد. در آن روزگاران که استاد سیاوش اوستا نه همسر و نه فرزندی داشت، معدود مردم می‌پنداشتند که منظور از میترا و یلدا جشن گرفتن زایش دختر سیاوش اوستا می‌باشد. تا اینکه امروزه پس از سالها نه تنها مردم با یلدا و جشن زایش میترا آشنا شده‌اند، که هر سال آهنگ‌ها و کلیپ‌های تازه‌ای برای یلدا ساخته می‌شوند که با هم نمونه‌های سی 40 سال پیش نوشتیم، اما همواره بایستی بگیم هر 10 سال یک نسلی پدید میاد و اینا بایستی بدونن. 21 دسامبر مهربان یاران، اول زمستان جشن یلدای آریایی است. هزاران هزار سال میگیرن جشن یلدا، یعنی تولد یافت، میلاد یافت. آرامی ها و سریانی ها از این واژه ریشه‌شونه و تازیان در زبان عرب نیز از یلدا، والده و تولید و ولادت و تولد رو گرفت. تولد میتراست، خداوند هستی نیرو بخش. مظهر نور و روشنایی و انرژی آیین میترا
شاه در زمان هخامنشیان و اشکانیان از طریق آسیای صغیر به ارمنستان. کریسمس، 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 زایش کریست، مسیح. چهار روز بعد میگیرنش، 25 دسامبر. یک اشتباه محاسباتی است، همچنان که در تاریخ خودشون وقتی میگن اکتبر، نوامبر، دسامبر اشتباه میکنن. دسامبر از عدد 10 میاد، یعنی دسامبر، یعنی دهمین ماه سال، ولی میبینی 12 ماه ساله. نوامبر، نهمین ماه سال، ولی میبینی 11 ماه ساله. اکتبر و الاخر دهمین. این اشتباه محاسباتی رو که اینها دارن، سپتامبر رو میگن نهمین ماه سال که هفتمینه، اکتبر، نوامبر از نه میاد، نه باید نهمین باشه، 11 است. دسامبر از 10 میاد، باید دهمین باشه، 12 است. خب این اشتباهی که به این بزرگی تا کنون جهان غرب و متمدن و تمدن جدید نفهمیده اصلاحش بکنه، این 4 روز 21 تا 25 مارس را، دسامبر را هم، دسامبر را هم نفهمیدم، همینجور گذاشتم. شب یلدا و شب عشق و شب شور و ترانه، شب گلخنده ها و گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ، شب می، شب تنبک، شب نه، شب جیک جیک مستون، سراباز زمستون، شب بزمه، شبونه، انار و هندوونه. جز زایش مسیح، همچنان که ارمنی ها و ارتدوکس ها اینا معتقدند، در هنگامی دیگر است. پس جشن یلدا همون کریسمس رو که کردن، جشن زایش میتراست. سرو داشتیم ما، میگذاشتیم سرو آریایی. سرو الان نیست، وجود نداره، دشواره کردنش، کاج، کاج میذارن و اینایی که بهش میبندن، خورشید و ستاره و تخم مرغ و پرندگان، همه سنت کهن آریایی بوده. از همه مهمتر، از همه مهمتر، بابا نوئل، بابا نوئل، پر نوئل میگن، پاپا نوئل که میاد و هدیه میده به بچه ها، این کجاش غربیه یا کجاش از اورشلیم میاد؟ این یه چهره آریایی ایرانیست. کیه این؟ خوب میشناسین شما، با اون کلاه روی سرش، اون بنه، کلاه میتراست. ایشون عمو میتراست، میترا. پس از اسلام اسمشو گذاشتن عمو نوروز، عمو نوروز اسمشو گذاشتن، ولی این میتراست که میومد و میاد به بچه ها شب زایش میترا، مهر، خورشید هدیه میداده. ای فردا بیا و اخمون باش، جون همه مردا، جون همه مردا.